خب من سرباز نباتی هستم، متولد بهمن 1366. توی خانواده خیلی معمولی به دنیا اومدم با وضعیت اقتصادی تقریبا متوسط رو به پایین. مادرم خیلی جوان بود که ازدواج کرد و تفاوت سنی مادرم انقدر با ما کم بود که بیشتر مواقع فکر میکردن خواهرمونه. چیزی که همیشه برای من تعریف میکنن اینه که از بچگی هرچی که گیر می آوردم شروع کردم خط خطی کردن و به خاطر شرایط اقتصادی که داشتیم خیلی مداد رنگی و دفتر و کاغذ متنوعی دستم نبودم. برای همین هرچی که بود فرقی نداشت که چی باشه، من با همون کف حیات بودش، روی دیوار در واقع حیات بود، روی دیوار خونه بود، هر جا که گیر می آوردم کار میکردم. بزرگترین کادویی که به من دادن پدرم بود که از ماه شهر اومده بود تهران و بعد از 2 سال من خودم میدیدمش و برای من یه جعبه مداد رنگی 6 رنگی آورده بود و هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمیره که انگار دنیا رو به من دادن و انقدر با اشتیاق من مداد رنگی ها رو گرفتم، بابا رو هی بوس میکردم، بغل میکردم که به من مداد رنگی داره، من کادو آوردی، در حالی که مثلا برای خواهرم خیلی هدیه های شاید جذابتری به نظر میمد، ولی همون یه جعبه مداد رنگی برای من دنیایی بود واقعا. خب توی خانواده ما تنها چیزی که اصلا هیچ وقت مطرح نبوده راجع به هنر بوده، یعنی می خانواده‌ای هستن که همه بسیار علاقه به کارهای فنی و مهندسی دارن، به نظرشون همه باید توی این رشته فعالیت کنن و خب مخالفت از همون جا شروع شد، ولی پدرم حمایت میکرد، یعنی من میگفتش که باشه شما درساتو بخون، من تابستونا میفرستم هر کلاسی که میخوای بری اونجا مثلا بری و یاد بگیری، هر چی که دوست داری انجام بدی. دوره راهنمایی، من دوره راهنمایی یادمه که کلاسای پورتره میرفتم، اون موقع یه جایی کلاس میرفتم نزدیک میدون حفاظ و یه استادی داشتیم که متاسفانه الان اسمشو فراموش کردم. ایشون اولین استادی بودن که با من طراحی رو به صورت حرفه‌ای شروع کردن به آموزش دادن و طراحی پورتره بود اول. خاطر اینکه من درسام خیلی سنگین شده بود و رشته ریاضی میخوندم به اجبار و همین فرصت نمیکردم که دیگه کار کنم. سال اول دبیرستان این شکلی گذشت و سال دوم که ما بعد انتخاب رشته میکردیم، ما یک دعوایی توی خونه داشتیم و با مدرسه که اجازه بدم من برم هنرستان، ولی مدرسه اون موقع حالا این شکلی بود، الان نمیدونم اینطوریه یا نه، مدرسه ما باید یه معرفی نامه تحصیلی میداد که منو ثبت نام کنن توی اون هنرستان و ندادن این نامه رو به خاطر اینکه من معدلم بالا بود و میگفتن که این جزو بهترین شاگرداست، اگه شما میخواید این کارو، این ظلمو در حق این بچه بکنید، ما نمیذاریم شما این کارو بکنید. تا اینکه من مجبور شدم بمونم توی هنرستان، حالا دیگه نمیدونم زد و بندی بینشون با مامانم اینا بود یا نبود و نمیدونم، ولی در هر صورت اجازه ندادن که من برم هنرستان.
دیپلمم که خوندم یعنی گرفتم، دیگه تنها چیزی که بود فقط این بود که به پدرم گفتم یا من ادامه تحصیل نمیدم یا نقاشی میخونم، یعنی از این دو حالت خارج نیست. و پدرم گفتش که اگه میخوای نقاشی بخونی همه چیت با خودته، ولی اگه رفتی نقاشی خوندی دیگه از من نباید انتظاری داشته باشی. گفتم نه من انتظاری ندارم. گفت پس برو من پشتتم. در همین پشتتم برای این بودش که اجازه نده کسی دیگه ای دخالت کنه. سال اول کنکور دادم و شبانه قبول شدم. نرفتم دانشگاه به خاطر اینکه تنها هدفم این بودش که روزانه قبول بشم و بسیار برام مهم بودش که نخوام شهریه بدم، چون اصلا هدف اصلیم این بود که من از بعد اینکه وارد دانشگاه شدم یک ریال هم از پدرم پول نمیگیرم و این عهدی بود که با خودم بسته بودم و خیلی برام مهم بود که بهش متعهد باشم. بر همین سال دوم کنکور من با رتبه 800 دانشگاه قبول شدم. شدم ثبت نام اینا که انجام شد، ترم یک گذشت و خب ما بچه ها اوکی شده بودیم دیگه، همش توی شیطنت و عشق و حال و اینا بودیم. تا اینکه ترم سه بود من دیدم که اصلا من چیزی یاد نمیگیرم از دانشگاه، یعنی هیچی به هم اضافه نمی کنه و اون چیزی هم که بلد بودم و دارم از دست میدم. به مامانم گفتم که من میخوام انصراف بدم چون دانشگاه به من چیزی یاد نمیده، که دیگه مامان و بابا گفتن نه حیف، ادامه بده مدرک تو بگیر، بعد حالا تو در کنار کاری که میکنی بعد میری یاد میگیری و بعد چی کار کنی و اینا. و اینجوری شد که من موندم دانشگاه، ولی خب علنن کلاس ها رو نمیرفتم. تا قبل از اونم که اصلا نمیدونستم هنر واقعی یعنی چی، چون چیزی که تو دانشگاه به ما میگفتن کپی کردن آثار هنرمندا بود و خب چیزی هم که من از قبل دانشگاه میدونستم که خب دو نفر بیشتر نمیشناختم، یکی پیکاسو بود یکی داوینچی بود، یعنی این دوتا بودن که من میگفتم خب اینا نقاشن، یعنی تنها چیزی که من از نقاشی میدونستم این بود. حتی تفاوت موزه و گالری و فرهنگسرا و اینا رو حتی نمیدونستم واقعا چیه. دانشگاه یه واحدی داشتیم که من با آقای گاوزن اون واحد رو برداشتم، طراحی بود
که من تازه اونجا فهمیدم که طراحی، نقاشی و هنر یعنی چی و خیلی مدیون ایشونم و اگه واقعا فکر میکنم اون دوره رو با ایشون نمیگذروندم شاید هیچ وقت هیچ نمایشگاهی نبود، هیچ وقت هیچ اتفاقی توی زندگی من نمیافتاد. یک سال پیش ایشون من دوره دیدم و کلن زندگی من اونجا زیر و رو شد و دیگه شروع کردم برای خودم کار کردن، چون سبکم رو پیدا کرده بودم، متریالم رو پیدا کرده بودم. من متریالی که کار میکنم راپید و آبرنگه و خب خیلی چیزای مختلف امتحان کردم، مداد کار کردم، رنگ روغن، آبرنگ، اکرولیک، ولی تنها چیزی که اون حال درونی خودم رو میتونستم باش نشون بدم راپید و آبرنگ بود، یعنی زیر رنگ آبرنگ و راپید. دلیلم هم این بودش که این متریال رو انتخاب کنم، چون هنر ما از ریشه خودش خیلی فاصله گرفته و ما کارهای قدیمی ایرانی رو که نگاه میکنیم خیلی کارهای ظریف و واقعا مینیاتوری هستن. آبرنگ رو به خاطر اون لطافتی که اون نقاشی ها داشت انتخاب کردم و راپید رو به خاطر اینکه اون ظرافتی که میخواستم و اون ظرافتی که تو اون آثار بود رو به هم میداد. شروع کردم به فراخوان‌های مختلف شرکت کردن. هر فراخوانی که می اومد من تو شرکت میکردم، فارغ از اینکه کار قبول میشه یا نمیشه. تا اینکه گذشت، من توی فراخوان منتخب فکر میکنم نسل نو بود که شرکت کردم و اونجا کارم منتخب مردمی شد، جایزه گرفت، کارم فروخته شد و این خیلی انگیزه بزرگی بود واقعا برای من و انقدر خوشحال بودم که دلم خواست همه جا داد بزنم دیدین من میتونم از کارم پول در بیارم و اصلا هنر یک جایگاهی داره توی جامعه ما. تقریبا 60 نمایشگاه گروهی داشتم که واقعا نصفش رو فراخوان بوده که شرکت میکردم، با اینکه خیلی ها مخالفت میکردم، میگفتن که نه نباید کار فراخوان بدی، بر چی ارزش کارتو میاری پایین، ولی چون من وارد جامعه شده بودم که شناختی ازش نداشتم و باید خودم رو تو این جامعه نشون میدادم و میگفتم که کار منم ببینید، خارج از روابط، خارج از معرفی هایی که حالا دیگران به گالری ها یا جای دیگه میکردن، منی که از یه جای دیگه اومده بودم و هیچ کدوم این روابط رو نداشتم باید کارم رو نشون میدادم. سال 94 نمایشگاه انفرادی داشتم، گالری سیحون، که خیلی به سختی برای این نمایشگاه آماده شدم چون من مجموعه دیگه‌ای رو داشتم آماده می‌کردم و گالری مجموعه دیگه‌ای رو پسندید. من اغلب کارام اینطوریه که یه دو تا مجموعه رو همزمان با هم می‌برم جلو
و وقتی که رفتیم واسه افتتاحیه من انقدر خسته از کار کردم بودم که واقعا توانایی این که بخوام سلام علیک کنم هم نداشتم. نمایشگاه خیلی خوبی بود، بازخورد خیلی خوبی داشت، خیلی جاها راجبش مطلب نوشته شد و فروش کارا خوب بود. هدفم نشون دادن اون چیزیه که هست و یا نمیخوان دیده بشه و یا فراموش شده. به نظر من هنر و هنرمند در واقع وظیفه و رسالت هر هنرمند اینه که یک تلنگری به جامعه، به خودش و در واقع به اجتماع خودش بزنه. مثل نویسنده‌ای که می نویسه، مثل شاعری که شعر میگه، مثل منتقدی که نقد میکنه. و من تمام درونیات خودم رو که برگرفته از جامعه‌ای که توش زندگی میکنم، فرهنگی که داریم و اتفاقایی که داره میفته، چیزی که برای ارائه دارم نه فریاده نه نوشته است نه هیچی، و کار منه که داره این حرفو میزنه و من جور دیگه بلد نیستم بخوام اصلا حرفمو بزنم. برای تولید مجموعه تقریبا بین 6 ماه تا 1 سال پروسه مطالعه، تحقیق و بررسی اون مجموعه‌ای که میخوام کار کنم داره. این برای خودم خیلی اهمیت داره به خاطر اینکه فکر میکنم کاری که قرار ارائه بشه باید هر خطی که توی اون کار وجود داره بابتش یک توضیحی وجود داشته باشه. پروسه کشیدن کارا، هر کار من، ابعاد کارای من در حال حاضر 1.5 متر در 1 متر و 2.5 متر در 1.5 متر هست که با توجه به تکنیک من کارای بزرگی محسوب میشن. و خب برای هر کار حداقل 1 ماه روزی 12 ساعت زمان میذارم که بتونم هر ماه یک کار تموم کنم و کارهای بزرگترم که تقریبا هر کار 2 ماه طول میکشه. برای من طراحی زبان و ابزار بیان احساسات، افکار و تمام درونیات منه. من وقتی که از همه جا میبرم واقعا طراحی تنها چیزیه که حالم خوب میکنه، تنها چیزیه که کمکم میکنه که فریادهامو بزنم ولی در سکوت. Thank you.
که سال اولی که وارد هنر شدم چیزی که یادمه، خب من اون موقع سررشته‌ای نداشتم و خیلی گالری میرفتم، موزه خیلی میرفتم و کار زیاد میدیدم. ولی در چند سال اخیر مخصوصا با این موج نوگرایی که توی ایران راه افتاده و همه رفتن سمت کارهای مینیمال و ابستره و اینستالیشن و حالا چیزهای دیگه، واقعا من رغبتی دیگه ندارم که بخوام برم گالری ببینم یا نمایشگاهی رو ببینم، من اینکه حالا توی رودرواسی بخوام قرار بگیرم. چرا آثار انقدر ضعیف شده؟ به نظر من یکی از دلایلش برمیگرده به این که هنرمند میبینه که گالریدار چی میخواد. گالریدار رو میبینه و چون میکنه که کدوم کار به اصطلاح خودشون بفروش هست و آرتیست میگن که خب تو این سبک کار کن، فارغ از این که اون سبک کار خب شاید تو اون مجموعه جواب داده، شاید تو اون مجموعه واقعا در خور تأمل و تفکر بوده، ولی قرار نیستش که همین بمونه، چون قاعدتا یک هنرمند باید آثاری تولید کنه که متناسب با اتفاقات روز و فرهنگ، اتفاقات کشور، اتفاقات دنیا باشه، نه اینکه صرفا بگیم که خب حالا این کار بفروشه پس من توی این سبک کار میکنم. یک هنرمند باید آثاری تولید کنه که متناسب با اتفاقات روز و فرهنگ، اتفاقات کشور، اتفاقات دنیا باشه، نه اینکه صرفا بگیم که خب حالا این کار بفروشه پس من توی این سبک کار میکنم. من بیشتر هنر رو توی بچه‌هایی میبینم که دارن توی خونه کار میکنن و کارا رو زیر تختشون انبار میکنن و متاسفانه جایی برای ارائه ندارن. امیدوارم که این هم حل بشه و کاری که باید دیده بشه دیده بشه. این هنر ما هست. مرسی.